بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام عزیزان، صبح زیبایتان بخیر. انشالله که در هر جایی که هستین جور و صحتمند و خوشحال و موفق باشین. دوستای خوب و نازنینم، امروز روز چندشنبه هست، امروز روز پنجشنبه هست. امیدوار هستم که آخرین روز هفته را به بسیار خوبی و خوشی آغاز کرده باشین و انشالله که تا آخرین لحظات برنامه بننده برنامه خودتان باشین. دوستان، من گفتم روز روز پنجشنبه هست و شما همچنان میفهمید که ما در روزهای پنجشنبه دوستای بسیار خوب ما را، دوستایی که با استعداد هستن، هنرمند هستن، هنرهای بسیار خوب را یاد دارن، در کنار خود ما دعوتشون میکنیم و از صحبتهای زیبایشان هم لذت میبریم. خب حالا بریم طرف دوستای ما، برشان سلام بتیم، درست است؟ سلام به هر یک دوست ما، حبیبه جان، مریم جان و زهرا جان. میشه که شما همچنان دوستای بر دوستای ما خودتان معرفی کنین و سلام داشته باشین. سلام عرض ادب خدمت همه شما. حبیبه عسکری هستم، یکی از شاگردان مکتب نوآور. بله حبیبه جان، خیلی خوش آمدید در برنامه و انشالله که همیشه موفق کامیاب باشیم. تشکر. و دوست بعدی ما مریم جان. بسم الله الرحمن الرحیم. مریم محمدی هستم، متعلم صنف پنجم از مکتب خصوصی نوآور. خیلی زیاد خوش آمدی مریم جان، دوست خوب ما. و جالب اینجاست که مریم جان هم نام خودم است. خب دوست بعدی ما زهرا جان است. زهرا جان میشه که خودت معرفی کنی به دوستای ما؟ بسم الله الرحمن الرحیم. نامم زهراست، تخلصم علیزاده، متعلم صنف پنجم هستم از مکتب نوآور. بله خیلی زیاد خوش آمدین زهرا جان، مریم جان و حبیبه جان، هر سه دوست ما امروز در برنامه تشریف آوردن و جالب اینجاست که در کنار ما نقاشی های بسیار مقبول و زیبایی هست، نقاشی هایی که وقت ما میبینیم واقعا مشاق علاقه ما رو به نقاشی کشیدن بیشتر بیشتر میکنه و کسایی هم که شاید دوستای در داخل خانه باشن که اونام نقاشی رو بسیار دوست داشته باشن و علاقه مندی خاص داشته باشن، حتی برای اونا باعث میشه که انگیزه بگیرن و اونا همچنان چیکار کنن، برن نقاشی یاد بگیرن. و من خودم هم نقاشی رو بسیار زیاد دوست دارم و خیلی زیاد خوشحال هستم که دوستای ما نقاش هستن، داستان نویس هستن، در کنار ما هستن و واقعا که باعث افتخار ما هست. ما بالای هر سه دوست ما افتخار میکنم و موفقیت و کامیابیشان انشالله که خداوند بزرگ برشان بیشتر بیشتر کمک کنه تا یک اینا موفقیت های بیشتر در زندگیشان کسب کنن. خب حبیبه جان دوست ما هست که نقاش هست و نقاشی که من میبینم بسیار زیبا و مقبول هست. و حالا برم طرف حبیبه جان، ازشان بعضی سوالات بپرسم که چی مدت میشه نقاشی را شروع کرده و انگیزی که نقاشی میکشه چی بوده، درست است؟ پس برم سوال ما را از حبیبه جان میپرسم. حبیبه جان، چی انگیزه باعث شده که خودت رو به نقاشی بیاری و نقاشی کشیدن شروع کنی؟ من مدت یک سال میشه که نقاشی میکشم و بله؟ انگیزه ای که بوده دوستان بوده، اونا نقاشی رو میرفتن و من نقاشی هایشان رو میدیدم، از اونا یاد گرفتم و انگیزه ما، اصل انگیزه ما دوستان بوده. دوستایت بوده و دوستای خوب بر ما یک نعمت بزرگ است. وقتی ما میبینیم که دوستای ما یک هنر زیبایی رو یاد میگیرن، یک کار خوب رو یاد میگیرن انجام میتن، این باعث میشه که ما همچنان چیکار کنیم، انگیزه بگیریم و از دوستای ما الگو بگیریم و یاد بگیریم. و او دوستایی که برای حبیبه جان کمک کرده، که حبیبه جان هم از اونا انگیزه گرفته، الگو گرفته و تانسته که امروز قدر نقاشی های مقبول بکشم. از دوستای تشکری نمیکنی بابت از اینکه انگیزه گرفتی؟ تشکر از همهشان و همیشه موفق باشن اونا. بله انشالله که دوستای حبیبه جان هم همیشه موفق باشه، حبیبه جان هم موفق باشم و واقعا که نقاشی های بسیار زیبا و مقبول کشیدم. خب بریم طرف دوستی بعدی ما که هم نام ما است، مریم جان نازنین. مریم جان خودت فکر کنم که رسام هستی، درست است؟ بله. چقدر میشه که رسامی رو شروع کردی؟ از من به مدت 4 سال میشه. بله. مدت 4 سال میشه که رسامی رو دوست داشتی یا یک که مدت 4 سال میشه که شروع کردی که بکشی یاد بگیری؟ دوست داشتم و خوش داشتم که بکشم و در آینده خود یک رسام ماهر شو. بله
مریم جانم چه هدف بزرگ داره و چه هدف نیکی دارم. حتی از هم خورترکیاش که سن فعال دوی مکتب بودن خیلی زیاد به رسامی علاقه داشتم و میخواسته که یاد بگیره بکشم. فکر کنم که مریم جان در روی کتابچه خود نقاشی کشیده و پسانتر بر دوستم حتما انشالله نشان میتونم نقاشی مریم جانم. و دوست بعدی ما زهرا جان نازنین است که بسیار دختر خوبی هست و داستان نویس است. حالا زهرا جان سوال ما است که زهرا جان مدت چند سال میشه یا چند ماه میشه که به داستان نویسی شروع کردی؟ مدت 3 سال میشه که به داستان نویسی شروع کردیم. 3 سال میشه؟ بله بسیار عالی. تا حالا چند تا داستان نوشته کردی؟ 6 تا. 6 داستان نوشته کردی؟ خب داستانی که نوشته کردی همیشه نه خودت نوشته کردی یا که تا هنوز مثلا چاپم شده مثلا فروختم شده که دیگه دوستای تا مزو بخونن و مستفید شون؟ نه هنوز. تا هنوز چاپ نکردی؟ نه. ولی میخوای که در آینده چاپ کنی؟ دوست داری؟ زیاد دوست دارم که همه گی داستان های زمر بخونه. بله زهرا جان دوست داره که در آینده بخیر انشالله نه کتاب های داستان زیاد نوشته کنه و اونا کشان چاپ کنه تا ای که دوستای دیگه ما اونا چیکار کنن؟ داستان هایش بخونن. و چون هر داستانی که ما میخونیم مثلا درباره هر موضوعی که باشه حتما یک پیام داره، یک نتیجه داره، یک پندی داره در زندگی ما و دوستای ما که میخونن. پس چه زیباست که ما داستانه قشنگ بخونیم تا بتانیم زندگی خود ما را زیبا بسازیم و از هر کلمه پیامی که در داستان ها نوشته میشه حتما اگه ما از استفاده کنیم زندگی خود ما را چیکار میکنیم؟ خوب و درخشان میکنیم. و انشالله که زهرا جانم در زندگی همیشه موفق باشم و بتانه که کتاب های بیشتر چاپ کنه و داستان های زیادی را و دست دیگه دوستای ما برسانم. خب حبیبه جان، خب ما حالا باید مجبور هستم که امت به نوبه سوال بپرسم به خاطر از اینکه هم شما خسته نباشین، خسته نشین و همچنان دوستای ما خسته نشن و دیگه که اگه من زیاد خودم هم صحبت کنم که دوستای ما حتما خسته میشن. درست است؟ خب خودت گفتن که صنف ششم خلاص کردین، صنف 7 شدین. درست است؟ در مکتب خودت چندم نمره بودی؟ در مکتب تقریبا ما در وسط بودم از گروپ جیم. جیم؟ آه. یعنی که فکر کنم که مضامین مکتب کم تو حتما علاقه داشتی؟ زیاد در مکتب علاقه نداشت. علاقه نداشتی؟ نه. چون تمام تمرکز تمام فکر طرف نقاشی بوده حتما. تقریبا. بسیار عالی. خب ببینید دوستان، وقتی که شاید من خودم وقتی که مکتب میخوندم و دوستای بعدی ما که مکتب میخوانن نادرس میخوانن، کسایی که در مکتب بیشتر درس میخوانه اول نمره زن همیشه وقت شاید اونا کسایی باشن که درس میخوانن. درست است، ولی کسایی هم هستن که زیاد شاید به مضامین مکتب علاقمندی نداشته باشه اما اونا دیگه هنر استعداد در وجودشان دارن. اگه کسایی در خانه ما داریم شاید خواهر برادر کوچک ما باشن که مکتب زیاد علاقه نداشته باشه یا کمتون درس میخوانه، حتما حتما ما باید اونا رو با اونا باید چیکار کنیم؟ کمک کنیم، همکاری کنیم تا اونا بتونن استعداد درونی خودشان رو کشف کنن. اونا شاید استعداد دیگه در بخش های دیگه داشته باشن، پس ما با اونا باید کمک کنیم، اونا رو باید تشویق کنیم تا اینکه بتونن استعداد خودشان رو کشف کنن و با استعداد خودشان رشد کنن و پیشرفت کنن، مثل حبیبه جان باشن که حبیبه جان واقعا نقاشی بسیار زیبا بسیار زیبا کشیده که خودتان شاهد هستین میبینین دیگه. من از این بشه چقدر تعریفش کنم. خب مریم جان، خودت همین رسامی که میکشی درست است؟ بیشتر رسامی که میکشی از روی الگو میکشی که مثلا یک چیز پیش روید باشه از روی زبا کشی یا از روی کدام تصویر دیگه نقاشی یا رسامی تا میکشی یا از ذهنت میکشی؟ بعضی وقت از ذهنم میکشم و بعضی وقت یک تصویر که میبینم از روی از اون میکشم. از روی تصویر دیگه میکشی؟ خب رسامی که کشیدی از ذهنتان بوده کلشان اینجا آوردی؟ آه بله بسیار خوب. واقعا که من خودم هم به رسامی زد علاقه دارم و انشالله که روز بتانم خودم هم یک رسام ماهر شوم. خب دوستای خوبم اگه اجازه بتین بریم با هم یک میان برنامه. خوب است؟ دوستای نازنین میریم با هم یک میان برنامه. دوباره با برنامه خودتان باشین.
دوستای خوب نازنینم، در بخش دوم برنامه خیلی زیاد خوش آمدین. در کنار من زهرا جان است که داستان می نویسم و مریم جان است که رو به رسامی آورده و رسامی های زیبایی کشیده و همچنان حبیبه جان نازنین که بسیار نقاشی های زیبا و برجسته کشیده. خب من از حبیبه جان و مریم جان سوال پرسیده بودم، حالا میریم طرف زهرا جان که درباره داستان هاش پرسان کنم. خب زهرا جان، خودت موضوعات داستان چه قسم است؟ مثلا نامایش آنها میتونه برای ما بگوی که نامش چی هست و موضوعش چی هست؟ درست است برای ما بگم؟ موضوع شش تا هست. یکیش سعی و تلاش است. سعی و تلاش؟ خوبی ها و بدی ها، بله. صبر و حوصله، بله. دیگه اعتماد به همدیگر و بله. قضاوت بیجا. چقدر نامای پرمعنا و نامای خیلی زیبای روی داستانهای خود نوشته کرده و گذاشته. و همچنان زهرا جان، خودت از چی انگیزه میگیری؟ مثلا چه قسم وقتی که داستان نوشته میکنی بیشتر کارتون میبینی، فیلم میبینی، کتاب میخوانی، یا مثلا کدام رویداد در بیرون میبینی بعدش داستان نوشته میکنی؟ از چی انگیزه میگیری؟ بیشتر از کتاب ها و فیلم هایی که میبینم و میخوانم. بله بسیار عالی. خب وقتی کتابایی که میخوانی کدام کتاب ها رو بیشتر میخوانی؟ کتابایی که زیاد داستان داشته باشه. یعنی کتابای داستان میخوانی بعدش میتونی که از اونا انگیزه بگیری و داستان تا نوشته کنی، درست است؟ بسیار عالی. خودت بیشتر کارتون میبینی یا فیلم میبینی؟ فیلم. فیلم هایی چه قسم مثلا؟ فیلم هایی که یک موضوع ده بیان کنه. بله حتما یک پیامد داشته باشه، پیامد مثبت خوب داشته باشه. بسیار عالی. فیلم هایی که کودکانه باشه و مربوط کودکان باشه، درست است؟ بسیار خوب. خب مریم جان، خودت در مکتب کدام مضمون بیشتر دوست داری؟ بیشتر مضمون ساینس و انگلیسی را. ساینس و انگلیسی را دوست داری؟ خب انگلیسی فقط در مکتب میخوانی یا که کورس انگلیسی هم میری؟ بعضی وقت میرفتم ولی الان نمیرم. بعد در مکتب فقط انگلیسی میخوانم. در مکتب فقط میخوانی؟ الان. بله بسیار خوب. از مکتب انگلیسی که میخوانی چقدر یاد گرفتی انگلیسی؟ مثلا میتونی خودت کمتون معرفی کنی در انگلیسی؟ کمی میتونم، قدر زیاد نه. کمی میتونی؟ او قدر کتاب بالا نخوندیم، کم پایین تر خوندیم تا مثلا لسکوتری را. لسکوتری را؟ آفرین. خب انگلیسی زبان شیرینی است و اگر ما بخوایم یاد بگیریم کوشش تلاش داشته باشیم زود یاد میگیریم، نه؟ بسیار خوب. و بریم طرف حبیبه جان. حبیبه جان خودت در کنار از اینکه نقاشی میکنی، نقاشی میکشی، دیگر چی مصروفیت داری؟ دیگر چی استعداد هنری داری؟ فعلا فقط نقاشی میکشیدم، روی انگلیسی خود کار میکردم البته چند مدت پیش. فعلا هم که مکتب ما رخصت است، کلان خانه است. بله کلان خانه هستی و همیشه نقاشی میکشی، درستم؟ کارهای خانه و نقاشی. بله حبیبه جان دوست داره که در خانه در کنار مادر جانش هم کمک کنه، در کنار همه کار خانه رو انجام بده که مادر جانش هم خسته نشه و دیگه تمام روز کار کنه، درست است؟ دیگه ای که نقاشی هایش هم میکشه و چون نقاشی کشیدن هم تا جایی که من خودم دیدیم باید فکرت باید آرام باشم. تو نمیتونی که مثلا در سر و صدا و قال مقالک و یا مثلا هر کس تیر و بیشه و برای بیای تو نقاشی بکشی، باید یک جایی باشه که خیلی آرام باید باشی، درست است؟ اگر مثلا چون تمرکز میخوایم، نقاشی چیزی است که هنر است، اگر ما را سرتیر اگر بکشیم خب بازم یک چیزی درست که ما میخوایم جور نمیشه، درست است؟ پس ما باید در جایی که آرام هست، در جایی که بتونیم خوب تمرکز داشته باشیم نقاشی رو بکشیم که نقاشی زیبایی مثل نقاشی حبیبه جان بیایه. خب ما میخواییم که نقاشی های حبیبه جان و نقاشی های رسامی های مریم جان رو به دوستای ما نشان بتون، بخاطر که دوستای ما دیگر میخوایی وقت ببینن که وقتی که دوستای ما قدرت زحمت کشیده ببینن چی چیزای کشیدن، درست است؟ این کتابچه از کدام دوست ما هست؟ از مریم جان هست. مریم جان گفت که من نو رو به رسامی آوردم، میخواییم که رسامی های مریم جان رو نشان بتون. یه هم رسامی از مریم جان نازنین. خب مریم جان چرا روی این رسامی خود چسب زدی؟ چون خراب نشه؟ چون او کمی زیادتر سیاه میشه و سایه زدم، شد چون در ورق دیگه چی چاپش نمانم زخاطر. بله
و این برای کسایی که دوستایی که رسامی یاد دارن و نقاشی یاد دارن، اونا همچنان میتونن چیکار کنن؟ وقتی که اونا رسامیشان رو میکشه حتما روش چسب بزنن، به خاطر از اینکه وقتی ما حالا دست بزنیم دست ما سیاه نمیشه. اگر روش چسب نباشه حتما کتابچه دیگرم سیاه میکنه، ورق دیگرم سیاه میکنه و رسامی هم خراب میشه. خب بریم طرف دیگهش. رسامیت که ماشاءالله خیلی زیاد هست و این رسامیت هم بسیار مقبول هست. اگر ما بخوایم کل رسامی های مریم جان نشان بدم که شاید روز ما شو شود، اگر درست است. چون کتابچه هم خیلی بزرگ است و رسامی هم خیلی زیاد است. ما میخواییم چند تایشان نشان بتون بر دوستای ما. ماشاءالله مریم جان محمدی رسامی های بسیار مقبول کشیده و رسامی های بسیار، هر کسی که هنرمند باشه یا استعداد داشته باشه، هنر داشته باشه، باید قدر هنرش باید بفهمد. اگر ما هنر داریم ولی قدرش را میفهمیم که بسیار بد میشم. آلی هم مریم جان چیکار کرده؟ روی هر از رسامی خود چسب داده که خراب نشم و امروز خوشبختم در برنامه آورده و دیگر دوستای ما همچنان ببینن. و این کتاب چه پر است یا تا نصفش کشیدی؟ تا نصفش است. نصفش است؟ ماشاءالله بسیار مقبول و زیبا هست. و پیشتر ما گفتم ما وقت زیاد نداریم، کارش نشون بدم. چند تاش به مثل نمونه نشون دادم برای دوستای ما. خب اینجا یک تا کتاب میبینم یا کتابچه میبینم، میخوایم که ایرم سعی کنم این کتابچه از کدام دوست ما هست؟ از زهرا جان هست. یک کتاب داستان هست. خب بیم ببینم. بله ببینید دوستم، زهرا جان داستان‌هایش در روی کتابچه نوشته و هم با بسیار خط بسیار مقبول و زیبا. و این هم داستانش چی است؟ خوبی‌ها و بدی‌ها. داستان بدیش رو ببینم. چقدر قشنگ، چقدر پاک نوشته کرده. و واقعاً که جای افتخار است برای زهرا جان، مریم جان، حبیبه جان. ماشاءالله به هر سه دوست ما که چقدر داستان‌های زیبایی کشیدن. خب زهرا جان میشه که یک داستان خدا از این شش داستان کدام داستان تا بیشتر دوست داری؟ بیشترشان صبر و بیشتر زیاد شه صبر و حوصله را زیادتر خوش دارم. صبر و حوصله. میشه که می داستان صبر و حوصله را کمتون برای ما بگیم، خلاصه شه برای ما بگو. دو تا خواهر بودن که با هم هر روز دعوا میکردن. بله با هم هر روز دعوا میکردن که دختر بزرگتر همیشه دختر خواهر کوچکتر خود را اذیت میکرده و خواهر کوچکتر که بسیار صبور و صبر کننده بوده هیچ وقت از اذیت که اذیت های خواهرش ناراحت نمیشد. یک روز که دوای اونا بیشتر و زیادتر شد، دختر کوچکتر گفت که تو لیاقتت از من کمتر است. دختر بزرگتر از سر عصبانیت رفت و مادر و پدر خود خبر کرد و گفت که خواهر کوچکتر میخوای من را از خانه بیرون بکشه. مادر و پدر به دختر کوچکتر گفتن که بیادبی با بزرگترا خیلی بد است. خواهر کوچکتر فهمید که صبر و حوصله بهترین چیز است و صبر و حوصله است که کلید موفقیت است و ما را به چیزای زیادتر میرسانه. بله چه داستان قشنگی بود، واقعا داستان بسیار زیبایی بود. شاید همه داستانایی که زهرا جان نوشته در خانه های ما همچنان اتفاق میفته، چون ما در خانه زندگی میکنیم که حتما خواهر داریم، برادر داریم، مادر جان و پدر جان داریم، درست است؟ پس در خانواده ما به صبر و حوصله باید داشته باشیم. در مکتب که میریم درس میخوانیم صبر و حوصله باید داشته باشیم. در کورس، در هر جایی که هستیم باید انسان های صبور باشیم تا بتانیم انسان های موفق شویم. اگه ما صبر و حوصله ما کم باشه یا هیچ نداشته باشیم، ما نمیتونیم خود ما را به هدف ما برسانیم. واقعا که داستانات بسیار زیبا و پسندیده بود. و حال ما میخوایم که نقاشی دوست بعدی ما که نقاشی های از کیست؟ نقاشی های حبیبه جان است. و دوست ما نشان بدم. بسیار یک نقاشی مقبول کشیده. و این خطایی که نوشته کردی، متنایی که نوشته کردی خوب نوشته کردی؟ خودم نوشته کردم ولی خطاتی نیست، نقاشی است. بله بسیار خطم زیبا هست حبیبه جان.
واقعا که زیاد زحمت میکشی، تلاش میکنی. و ای هم یکی از نقاشی بدی از حبیبه جان هست. ایره حبیبه جان حتما باید چاکات دیدی خراب نشه. حتما. چون که بسیار نقاشی مقبول کشیدی، ولی اگر خراب شد که حیف است بگنه. و اینجا هم یکی از نقاشی بسیار مقبول زیبا کشیدی. و حبیبه جان یک نقاشی دیگام که کشیدی اینجا من میبینم. هیره این نقاشی زیبای کشیدی چقدر میشه که کشیدی؟ این مدت امو دوام اولایی که چهره رو خلاص کرده بودم و رو به زغالی کار میکردم همه اوائل شروع کردم و کلانم بود وقتی بیشتری رم گرفت. بسیار مقبول کشیدی، آفرین، بسیار زیبا. یک نقاشی مقبول دیگه کس نباید استاچ هم بگیرم و دسته با نشان بتم به خاطر که یکم سنگین تر است با او خاطر. میبینین دوستا چقدر نقاشی مقبول و زیبایی کشیده. باید با احتیاط بردارم که خدای نکرده از پیش ما خراب نشه یا نشکنه. بسیار مقبول. این نقاشی دیگه چقدر کشم باشه پشتا؟ او هم اوائل بود که تازه رنگه شروع کرده بودم. آها. و مدت شد دقیق یادم نیست ولی دستم کار کرد. دستم کار کردی. بسیار عالی، بسیار مقبول. واقعا نقاشی های بسیار مقبول هستن. خب حبیبه جان این نقاشی که اینجا نشان دادم بر دوستای ما خودسته ما دیدن و این نقاشی زیبایی که اینجا میبینی میریم خودت کشیده درست است؟ بله. میشه کم بیشتر معلومات بده درباره نقاشی خود؟ خب این نقاشی با سه قلم کار شده. سه قلم؟ خود عکسش از پنسلی کار شده. بله. خط سرخش از قلم های پنسل رنگه کار گرفتن. اول استیج شده بعد رنگه کار شده. بعد خط سیاه پایینش هم خط دلاری کار شده. تقریبا سه قلم استفاده. سه قلم استفاده شده. و خودت بیشتر به نظرم گفتی که این شعرها متنایی که نوشته کردیم هم خطاطی گفتن هم میشه نقاشی گفتن میشه درست است؟ بله. یعنی من اولین بار است که میشنوم خطم خط نقاشی دارم. یعنی نمونه ها خودشان خطاطی داشت بود. من بله. نمیتونستم که نخطاطی کنم. بله. بعد خطا را اسکیچ میکردم داشتن رنگم. چقدر زیبا، چقدر مقبول. آفرین، آفرین به هر سه شما. واقعا که افتخار ما هستین، افتخار ما و افتخار تمام دوستای ما هستین. شکر. خب دوست خوب نازنین، میریم طرف یک میان برنامه. انشالله که در بخش بعدی برنامه با ما همراه باشین. دوستای خوب نازنین، در بخش آخر برنامه خیلی زیاد خوش آمدین و میخواییم که بیشتر درباره نقاشی و رسامی و همچنان داستانهای زهرا جان بیشتر بفهمم، بیشتر سوال کنم، ولی متاسفانه اونقدر وقت زیاد ما نداریم. خب چی زیباست که ما بریم طرف پیامهای دوستای ما. حبیبه جان خودت برای دوستایی که داخل خانه هستن چی پیام زیبایی داریم؟ پیام خاصی ندارم ولی حتما اگه با کسی بر میخورین که نقاشی کار میکنه یا در بخش هنری استعداد داره حتما کوشش کنین که حمایتش کنین و انگیزه بدین تا که بزنین انگیزش خراب بکنین. بله واقعا چه پیام زیبایی بود. هر دوست ما که هر هنری داره، هر استعدادی داره، ما که دوستایش هستیم، ما اگه هیچ کاری نمیتونیم بر اونا انجام بتیم، اگه هیچ کاری نمیتونیم، حداقل تشویق خو میتونیم. تشویق که بهایی نداره، تشویق که مثلا مصرف ندارم، پس ما میتونیم تشویقش کنیم. ما میتونیم با یک آفرین گفتن بر اونا انگیزه میتیم، روحیه میتیم، استعدادشون رو بیشتر و بیشتر میکنیم. و اگر این کارم نکردیم حداقل سرکوبشان نکنیم. درست است؟ پیامش واقعا زیبا بود. مریم جان خودت به دوستای داخل خانه ما چی پیام داری؟ پیام خاصی ندارم و این و یک پیام دارم که همیشه هر استعداد که دارین مخفی نکنین و به مردم نشان بدین که من این استعداد دارم. چه زیبا، چقدر پیام مقبول و زیبایی داشت. خب
استعدادی که ما داریم خب نباید مخفیش کنیم دیگر، باید استعداد درونی خود ما را بیرون بیاریم. وقتی ما بیرون میاریم بعدش هم دوستای ما میتونن ببینن دیگر، درست است؟ پس هر استعدادی که دارین روش کار کنین و تلاش کنین تا یک روز بتونین موفقیت کسب کنین. چقدر زیبا بود پیام مریم جان. و زهرا جان نازنین، خودت میشه یک پیام زیبا بر دوستای ما بدین؟ پیام، تنها پیام از من همین است که دخترها که بیشتر در خانه هستین استعداد خود بیرون بکشین و هیچ وقت مخفی نکنین و استعداد خود همیشه آشکار کنین. بله، چقدر زیبا پیام زهرا جانم، خیلی زیبا هست و خصوصا در این زمان که مثلا دختر خانم ها بیشتر در خانه بیکار میمانن، پس از همین لحظات بیکاری خودتان تلاش کنین که خودتان یک جای برسانین، چون زمان ما یا امی عمر که ما داریم اگر قسم بیکار باشه ما حق ناق مثلا بگردیم یا بشینیم که خوب نیست، درست است؟ پس هم از همین لحظه، از همین وقت که داریم، از همین عمر که داریم استفاده خوب کنیم تا بتانیم خیلی موفق باشیم. خب از پیام های هر سه دوست ما بسیار تشکر میکنم و انشالله که هر سه دوست ما همیشه موفق باشن و همیشه بدرخشن. دوست خوب نازنین، از شما همچنان خیلی زیاد سپاسگزاری میکنم، تشکر میکنم که بلنده برنامه خودتان بودین و انشالله که همیشه بلنده برنامه خودتان باشین. این بود از برنامه امروز ما، انشالله که از برنامه امروز ما خوشتان آمده باشه و چیزای خوب رو با هم دیگه یاد گرفته باشیم و الگو گرفته باشیم. این بود از برنامه امروز ما، تا برنامه های بعدی خداحافظ و نگهدارتان. Come on.